چیه؟ نمیدونم. الو، سلام. بفرمایید. خودم هستم. ممنون. شما؟ از طرف کی؟ موردی پیش اومده؟ باشه. باشه. خدمت برسونم. یه گور دست جمعی توی پادگان اشرف پیدا شد. البته پرونده دست مامورای امنیتی عراقه، ولی ما در حد توانمون داریم پیگیری میکنیم. از ساعت خبری شده؟ متاسفانه بله، یکی از جنازه ها برادر شماست. شما مطمئنین؟ آزمایش دی ان ای که قبلا از شما گرفتیم این موضوع رو تایید میکنه. یعنی کشتنش؟ احتمالاً تعارض ایدئولوژیک پیدا کرده و اونو حذفش کردن. الان کجاست؟ تو عراق دفن شده و متاسفانه امکان جابجاییشو نداریم. خبرهای خوبی براتون نداشتم، ولی باید به اطلاعتون میرسوندم. تونی برین؟ آقا ساله مثل که خیلی عجله دارن. حرف دیگه هم مونده؟ بعد از تخلیه پادگان اشرف مدارکی پیدا شده که بی ربط با برادر شما نیست. چه مدارکی؟ برادرتون بعد از مسئله دار شدنشون تو پادگان چند روز بازجویی شده، هم خودش هم همسرش. ببینم، شما مگه به من نگفتی برادرت فرزندی نداشته؟ آره، خب بچه نداشت. چطور؟ اون توی بازجوییش از دختری نام برده به نام راحیل که دختر خودشه. مطمئنی؟ بله، چون نمیخواسته توی پادگان اشرف بزرگ بشه، اونو فراری داده و فرستاده ایران. حالا چه جوری شما نمیدونیم. الان اون دختر کجاست؟ اگر واقعا منتقل شده باشه ایران، با یه هویت دیگه ای داره زندگی میکنه که ما ازش بی اطلاعیم. حالت خوبه؟ یا بخور. الان برای دختری که نمیدونی کیه اینجوری هرس بخوری؟ اصلا از کجا معلوم دختری وجود داشته باشه؟ اینا یه چیزی میگن واسه خودشون. آخرش یه کاری دست خودت میدی. خوبم بابا، خوبم. صرف آن به خاطر گرد و خاک کارگاهست. من نمیدونم تو با این ریت برای چی میری نجاری. چیکار کنم؟ نمیتونم تو خونه بیکار بشینم. من هرچی بگم تو باز حرف خودت میزنی. نه، هر کاری دلت میخواد بکن. بریم خونه. من اون کار دارم، باید برم. بهداد اینجا چی کار میکنی؟ میخوام با نرگس برم خرید. چه بی خبر؟
همچی بی خبرم نیست. تو زیادی سرت گرمه. تیکه بود دیگه نه؟ میخوام زودتر مراسمو بگیرم. من که حرفی ندارم. صد بار گفتم شما تاریخ اعلام کنید تا منم عروسی رو بپا کنم. دختر خودت امروز و فردا میکنه. من خودم با نرگس حرف میزنم. میدونم چشه. کاری نداری؟ قربونت. داداش. اینقدرم فکر و خیال نکن. واسط خوب نیست. اومدی اینجا چی کار؟ هیچی هم اینطوری. پاشو دو دقیقه بیا بیرون میشه نرگس. ناسلامتی به خاطر ما اومده. تو برو من خودم میام. زشته به خدا بهش بر میخوره. باشه دیگه گفتم تو برو من خودم میام. چرا جواب نمیدی؟ خودم بعدم بهش زنگ میزنم. کیه؟ از بچه های بازار. چی شده اومدی؟ سراغ آلبوم های قدیمی؟ جاوید؟ خبریه؟ نه. جاوید؟ ببینمت. تو بی خودی سراغ عکسای داداشت نمیه. چیزی شده؟ ساید رو پیدا کردم. کجا؟ توی گور دست جمعی نزدیک پادگان اشرف. الان ببخشید دستم بند بود. گوشی لحظه جانم. نرگس داره میره کجا؟ دیگه باید برم زنم، بابا خونه تنهاست. بهداد مامان، مگه به عمو نگفتی برای شام بیا؟ گفتم بهشون، ولی میگه زیاد حالش خوب نبود. از طرف من از عمو جاویدم خداحافظی کن. چشم، حتما. من برم نرگس رو برسونم و بیام. به آقا صالح سلام برسون. حتما. من میرم بخوابم مامان. بخوابی؟ مگه شام نمیخوری؟ بیرون خوردم. آره اونم سوا کن، اونم سوا کن. یه پا تختی هم بیار. سلام. سلام. امروتون بریم داخل باید کار بیار. خوبه برشون. بیا پیپر یه ردیف کن بفرست. این نامه ها توی پادگان توی اتاق جاسازی شده بود. نوشته های ساید برای دخترشه. فکر میکردم حالا که تکلیف ساید مشخص شده دیگه کمتر میبینم بهتون. الان موضوع فقط ساید نیست. از چیه؟ دختر برادرت راهیل. میخوام یه نشون از اون پیدا کنم. اینه که دیروز پرسیدی جوابتم گرفتی. تو دیروز حرف خاصی نزدی. جاوید فقط حرف زد. میخوام از زبون خودت بشنوم. ازش خبر داری یا نه؟ خبری ازش ندارم. تموم شد؟ سوالام ناراحتت میکنه؟ من به اندازه کافی تو این سوالا بهتون جواب پس دادم. بس نیست؟ من فقط میخوام یه نشونی از راحیل جهانگیار پیدا کنم. فقط براتون مهم شده؟ دختر برادرت برات مهم نیست؟ من که تکلیفم روشنه. من فقط میخوام بدونم راحیل کجاست و چی کار میکنه، با کیا ارتباط داره. مهمتر از اون پیدا کردن مادرشه. اون احتمالاً با مادر شانس در ارتباطه، مگه نه؟ من هرچی رو که میدونستم بهتون گفتم. حتی راجع به عملیات مرساد من که تو پرونده چیزی ندیدم، ولی یه حدسایی میتونم بزنم. سال 67 عملیات مرساد
شما تو تنگه کمین کرده بودید، ساعد تو لشکر منافقین جلوتون بود. تا اینجاشو درست گفتم؟ اونا راست دماغشون گرفتن اومدن جلو، تو تنگی با هم درگیر شدی، مجروح شدی. یادته که نشون به اون نشون قبل از مجروح شدن ساعد برادرتو اونجا دیدی. حرف حسابه چیه؟ چی میخوای بگی؟ من فقط یه نشونی از راحیل میخوام. هم بذاری به کارم برسم یا نه؟ باشه، شماره منو که داری، اگه چیزی یادت اومد بهم زنگ بزن. الان راحیل باید 27-28 سالش بشه، همسن دختر جاوید هستی بود دیگه، نه؟ سفارش اون میزه ببر. چرا خود نمیبری؟ آشناس نمیخوام منو ببینه. باش. خیلی ممنون، من هم اینجا پیاده میشم. دست درد نکنه. بفرم. لطف کردی. خیلی ممنون. خیلی ممنون همینا. این رنگش هم میخوای؟ آره هم. بفرم. همینا خوبه دیگه؟ آره. ممنونم، همینا رو برام بذارید. اینم میبری؟ بله بله. خوبه؟ آره. بفرمایید. قابلتون رو نداره. خیلی لطف کردید. مبارکتون باشه. متشکرم. به سلامت. خدا حافظ شما. ببخشید چیزی لازم داری؟ آره. گفتم چیزی میخوای؟ عروسک میخوام. عروسک همون ایناست. کدومش؟ همون. از این زیاد میبرم، دیرترم خراب میشه. مبارکتون باشه. خیلی سالو که ندیدمت. چقدر عوض شدی؟ آدرس منو از کجا آوردی؟ نگین اتفاقی اومد اینجا که باورم نمیشه. چند سال پیش یه نفر بهم گفت که توبه کردی و از عراق برگشتی. یه سوال دارم، جوابشو بگیرم میرم. در مورد چی؟ ساعت. تازه یاد ساعت افتادی؟ به نظرتون یکم دیر نیست؟ نیومدم نصیحتم کنی. نصیحت نیست، سواله. اون موقعی که داشت میرفته اون جهنم کجا بود این جلاشو بگیری؟ تو که زنش بودی چرا این کارو نکردی؟
دنبال مقصر میگردین از عذاب وجدانتون کم بشه؟ من چی کار میتونستم بکنم که نکردم؟ چند ماه بعد ازدواج من و ساعت کلن با امون چپ افتادیم. هر جا رسیدیم گفتیم من برادری به اسم ساعت ندارم. یادتون که نرفته؟ کج میرفت که باش چپ افتادم؟ دستشو میگرفتی؟ نگرفتم؟ کم بهتون گفتم؟ حرف تو کلتون نمیرفت. 30 سال گذشته. من هنوزم رفت حرفاتون رو نمیفهمم آقا ساله. رفتش دختر سایده. تو ساید بچه داشتیم؟ دیگه بهتره بریم. اینجا محله کسبه. جواب منو بده. داشتیم؟ نداشتیم. کدوم بچه؟ چی رو داری فهمو میکنی؟ خبرشو دارم. اشتباه بهتون خبر دادن. اگر اشتباه بود اینجور اسفند رو آتیش نمی‌شدی. بچه ای در کار نبوده. وقتی من و ساید رفتیم پادگان اشرف مجبورمون کردن از هم طلاق بگیریم. پس اون دختری که میگن کیه؟ از زن دومشه. ساید چند سال بعد تو پادگان ازدواج سازمانی میکنه. حالا اون دختر کجاست؟ واقعا نمیدونیم یا آمدین حرف بکشین. از کجا باید بدونم؟ تا جایی که من میدونم ساید کلی بدبختی کشید که بچه ها رو تحویل داداشش بده. اون وقت شما اومدین اینجا سراغ بچه رو از من میگیرین؟ سلام خانم. بله آقا. جنساتون رو بردم. باید یکی تحویل بدم. فروشندم نیومده. یه لحظه صبر کن میام الان. حرف دیگه یه مونده؟ پول عروسک. سلام. سلام بروسون. کجایی بابا؟ چرا گوشیده جواب نمیدی؟ چیکارم میشه؟ عمو ساله اومده. کی؟ نیم ساعتی میشه. نگفت چیکار داره؟ والا به من که چیزی نگفت. بار نجفی رو فرستید؟ بار قبلیش هنو تصفیه نکرده. زنگ زد تصفیه میکنم. بفرست کارش بکنم. دقیقا 15 مهر 74 بود که از طریق یکی از دوستاش بهم پیغام داد که میخواد منو ببینه. گفت خودمو برسونم بهش. هر چی پرسیدم برای چی میخواد منو ببینه جواب درست حسابی بهم نداد. چرا به من خبر ندادی؟ قسمم داد که تو از ماجرا چیزی نفهمی. خس آدم بده ای توی قصه من بودم. نه داداش به خودت نگیر. اون موقع ساید از سایه خودش هم میترسید. رفتی عراق؟ آره رفتم. یه هفته بعدش پای کاروان زیارتی رفتم کربلا. چرا اونجا؟ خب تو کربلا کمتر بهم شک میکردن. یه شب که تو حرم بودم اومد پیشم دیدمش. یه بچه 2-3 ساله هم روش بود. با بدبختی از پادگان فرار کرده بود که دخترشو بهم تحویل بده. مطمئنی بچه خودش بود؟ آره شناسنامه ایرانی داشت. اما اینکه چجوری براش جور کرده بوده دیگه نمیدونم. اون بچه کجاست؟ از همون اولم که بچه رو تحویل گرفتم مریض احوال بود. تب داشت. وقتی رسیدم کرمانشاه بردمش بیمارستان بستریش کردم. ولی بچه دووم نیاورد. اینو رو الان باید بشنوم؟ گفتن این حرفا دردی رو دوا نمی‌کرد. فایده ای نداشت بهت میگفتن. حتی نمیتونی یه بهانه درست حسابی بیاری. این حرفا دیگه بوی نا گرفته. الان نفش قبر میکنه که چی بشه. ساله نگفتی ماجرای دختر ساید از کی شنیدی؟ این فرقی میکنه.
دهنش خورسه. نگران چی هستی؟ حرف دختر ساعت بپیچه میشیم نقل مجلس مردم. بهتره بین خودمون بمونیم. گفتی سال 74 بود؟ آره چطور میگی؟ همون سالو نبود که گفتی برای کار میری اصفهان؟ وقتی هم رفتی دو سه سال پیدات نشد؟ خب که چی؟ وقتی برگشتی یه بچه بغلت بود که گفتی دخترمه. ما نه بارداری زنت رو دیدیم نه به دنیا آمدن بچهت. هیچ میفهمی چی داری میگی ساله؟ من برای اثبات هویت دختر من باید مدرک رو کنم؟ وقتی میگم دختر ساعد مرده یعنی مرده دیگه. ساله نمیخوام پای هستی به این ماجرا کشیده بشه. متوجهی که چی میگم؟ انگاری تنه تو خاره نه؟ به تو مربوط نیم کامران آقا چاوی بیاد ببیند از اینجا شر میشان. آیک وزی تو کن مورد خود دانی. تو رو را داده اینجا حرف دارم با من با دوزا حرفی ندارم. انقدر دوز نکن بابا، تو هم کم حق من نخوردی. حقت کم پول میگرفتی اینجا؟ صبح تا شب مثل سگ برات میدویدم، آخرش یک قرون میدفتی کف دستم. لال که نبودی میگفتی حقوقم کمه، نه اینکه بری دخل خالی کنی. احمد اینو منداز بیرون. میگم حرف دارم باز واسه حرف زدن خیلی دیر، همون موقع که رضایت دادم ننداختن زندون برو خدا تو شکر کن. میگم حرف دارم بلش کن حرفشو به زن خودش میری. بلا آقا زاقسی های منو شب میزنی. تو اینجوری فکر کن. چی میخوای؟ 100 تومن چک روز. خوبه خوششتهایی؟ پولمو میدی؟ عکس فیلم همه چی پاک میشه. شطور دیدی ندیدی؟ اگه ندم؟ اگه ندی مجبورم با خانومت حرف بزنم. مردونه حلش کنیم نه؟ باشه پولو میدم. علی اول اون گوشی رو بده من. اول چکو بنویس. گفتم گوشی رو بده به من. چکو بنویس پاکش میکنم. بدش من اون گوشی رو. بلم تو چه غلط میکنی تو؟ بلم کن جاوید بلم. بعد میبینی سلام آقا ساله. سلام علیکم. فکر نمیکردم هنوز تو این خونه باشی. 30 سال گذشته دیگه کلنگی شده. آره کلنگی شده ولی هنوز سرپاس. مراسم عقد من و ساعت تو این خونه بود. قشنگ یادمه. چی فکر میکردیم چی شد؟ دخترم خونه هست. بفرمید یه چایی واسه پذیرایی هست؟ واسه چای خوردن نیومدم. از صبح که اومدین مغازه فکری شدم، خواستم نیام سراغتون اما فکر و خیال راحیل ولم نکرد. یه سال نشده بود برگشتم ایران که ساعت بهم زنگ زد میخواست بچه رو بسپاره به من اما من قبول نکردم. واسه چی؟ من اون موقع نمیتونستم این زنی رو کنار ساعت تحمل کنم، چه برسه به اینکه بخوام بچه‌شون هم بزرگ کنم.
میگفت تو مرساد دیده تو رو. راست میگفت؟ الان دیگه مگه فرقی هم میکنه؟ حالا تو میفهمم. سخت آدم میخواد راجع به این چیزا حرف بزنه. پشیمون نبود از رفتنش؟ خیلی ها پشیمون بودن. سایدم مثل همون خیلی ها. بعدش چرا ازدواج نکردی؟ اونو امکان مادر شدن ازم گرفتن. حالا تنها دلخوشیم شده سر کله زدن با بچه ها تو اون مغازه. ول کنین این حرف رو، این همه راه نیومدم که قور بزنم. یه چیزی یادم اومد گفتم بیام بهتون بگم. چی رو؟ حدودای سال 76 بود که یکی از توابا اومد دیدنم. تازه از سازمان برگشته بود. میگفت ساید به جاوید زنگ زده، جاویدم گفته که راحیل پیشمونه. مطمئنی؟ چیزایی که شنیدم و گفتم. امروز بعد رفتن شما هم دو تا از این کت شلواری اومدن مغازه. سراغ راحیل رو میگرفتن. خودشونو معرفی نکردن؟ چرا؟ اسم یکیشون ناطق بود. بهشون چی گفتی؟ همون چیزایی که به شما گفتم. ماجرای جاویدم بهشون گفتی؟ نه، خواستی خودت بهشون بگو. فقط آقا ساله، من خیلی سال دور سازمانو خط کشیدم. خواهشن دیگه پای منو وسط نکش. طول کشید برگشتی؟ اتفاقی افتاده؟ نه. پس چرا به هم ریختی؟ چیزی نیست. حتما به خاطر دختر عمو ساعده. نه، من یاد دادم فالگوش واسی؟ گیر کردی، نگرانت شدم. قصدم فضولی نبود. ایجا اگه حواست به حرف اینمون باشه فکر غذات باش. سلام. خوبی آقا نتیق؟ مامان بشین درست صحبتو بخور. نمیشه، اینو استاد خیلی گیره، ماما حذفم میکنه. واه. بابا نیست؟ نه، صبح زود رفت. چطور مگه؟ گفته بهش کار تماشاش کنه. واسه برات پول ریخ که من پول خورده داری تو مامان. خرج شد خب، الان خالیه خالیم. خیلی خوب، زور اومد میگم برات برسه. مامان من رفتم، کاری نداری؟ نه مامان، خدافظ. بهتره واسه منم تا یه جایی ببر. اگه میای بودو با. الو
الو هانیه؟ چرا حرف نمیزنی؟ الو؟ جواب نمیدید. شما کی هستید؟ این عکس‌ها و فیلم‌ها چجوری به دست شما رسیده؟ برای من مهمه که بدونم. لطف کنید با من تماس بگیرید. جواب نمیدید. چه ساعتی؟ من خیلی وقت جاویدو میشناسم، حتی بهتر از شما. چطور من تا حالا ندیدم ات؟ من شما همه رفیقای شوهرتو دیدیم. چرا باید حرفاتو باور کنم؟ اگه عکسا جعلی باشه چی؟ جعلی نیست. از کجا معلوم؟ فیلمشم از فیلمشم جعلیه. کیه؟ اسمش چیه این دختره؟ نمیدونم، فقط جاشو بلدم. آدرسش؟ همینجوری خشک و خالی که نمیشه. چی میخوایی؟ من همه کارمو کردم، چند وقت دیگه هم دارم برای همیشه از ایران میرم. سفرم خرج داره. آره خب، زودتر میگفتیم. جاست، فکر نکنی دارم پول زور میگیرم. باید کم در حق من نامردی نکردم. آدرس. بیشتر کار کنی تا انتخابی چیزی نمونده. پلیا یکمی زمان مزیدت هم بخوام بعد تو نگران نباشه. مرسیش. امیدوارم. ببخشید. بفرمایید. میخواستم با اتون حرف بزنم. با من؟ بله. من شما رو میشناسم؟ حرف بزنیم میشناسید. بفرمایید کارتون چی؟ اگه امکان داشته باشه تنها حرف بزنیم. بیرو منتظرم. خب کارتون چیه؟ نمیخواین حرف بزنی؟ چرا حرفم میزنم ولی دارم فکر میکنم
مگه تو چی کم داری دختر جون که آتیش شدی افتادی تو زندگی مردم؟ منظورتون نمیفهم. ننه بابات بهت یاد ندادن پا تو تو زندگی مرد زن بچه دار نذاری. خانم معلوم از چی داری میگی؟ براش تور پنگ کردی؟ آره. خانم شما با کی کار داری؟ خودت. حتما منو با کسی دیگه اشتباه گرفتی. خیلی پر می دختر جون. خانم شما اصلا نگه حالتون خوب نیستا. داریم هزیون میگیم. بفرمایی میرون. حالم خوبه، هزیونم نمیگم. ولی امثال تو رو خیلی خوب میشناسم. شما تنها چیزی که بلدی اینه که عین زالو بچسبی به زندگی اینو. حرف دهنت رو بفهم. میری بیرون یا بگم بندازنت بیرون؟ خیلی وقیحی. خیلی وقیحی. من اگه جای تو بودم الان از خجالت آب شده بودم، رفته بودم تو زمین. برای چی باید از خجالت آب بشم؟ خوبی تو؟ برو بابا. تو نه، با شما. گوش کن ببین چی میگم. اگه یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه دور بر شوهرم ببینمت، بلایی سرت میارم که دومتو بذاری رو کولت. از این باشگاه که نه، از این شهر فرار کنی دختری پر رو. چه خبره خانوم؟ چرا داری داد و بیداد میکنی؟ برو کنار خانوم، به شما ربطی نداره. اتفاقا به من ربط داره. خانوم اگه دنبال دردسر میگردی برو کنار. آره دنبال دردسرم. مریم زنگ بزن پلیس بیا تکلیف این خانم رو مشخص کنه. بکن شهر هرسه، بیا هرچی از دهنت در میاد بگی بعد بذاری بری. برو کنار خانم. واسه چی اومدی اینجا؟ با پریا چیکار داشتی؟ به شما ربطی نداره. برو کنار. پلیس بیاد ربط شما توجه میشی. خیلی خوب. پس خوب اینجا رو نگاه کنید. این آقا همسر منه. این دختر خانومم هم همونی که ازش حمایت میکنید. خودتو بذار جای من. جای من بودی چیکار میکردی ها؟ شما همسر آقا جاوید. فکر نمیکردم اینجوری آبروریزی کنی هانیه. تو این همه سال من غریبه بودم؟ دست پیش گرفتی که پس نیفتی نه؟ نه، حرف من اینه که چرا من نباید بدونم تو یه دختر خونده داری؟ یعنی من هر کاری تو این زندگی میکنم باید به تو توضیح بدم؟ آره جاوید، باید توضیح بدی، به خاطری که من زنتم، غریبه که نیستم. بفرما. اومدیم ثواب کنیم بدهکارم شدیم. بدهکار نیستی. هر کسی جای من باشه وقتی عکس همسرش رو با یه خانم جوان میبینه به هم میریزه. شک میکنه. شک نمیکنه؟ خیلی عوض شدی هانیه. اصلا نمیشناسمت. من عوض شدم؟ تو همون جاوید سابقی؟ آره؟ چند وقت حضانتش با توه؟ از 3 سالگیش. از 18 سالگیش هم خودم خرج و مخارجش رو مستقیم پرداخت میکنم. و من الان باید متوجه بشم. میگفتن اون باشگارم تو براشون گرفتی. آره اونجا رو گرفتم که محل درآمدی بشه واسه شون. همه دخترهایی هم که اونجا کار میکنن بچه های بهزیستی هم. بازجویی تموم شد. سوالم که میکنم اسمش میشه بازجویی. موفق باشی فعلا. خبری شده؟ استعلام بیمارستان کرمانشا رسید. راحیل جانیار 22 مهر 74 بستری شده. چند روز بعد حالش خوب شده و مرخصش کردن. خوشش کردن؟ این چی؟ این هم رسید تحویل بچه به جاوید جانیار. چرخش بیمار راحیل جانیار همراه بیمار جاوید جانیار. سلام عمو. سلام بابات، کجاست؟ تو اتاقشه. چیزی شده؟ نه بابا، درستش کرد. یه چی بهش گفتم دختر خونده بی. باشه، تو نگران این چیزا نباش. خودم حواسم هست. پریا من به زنگ میزنم. باشه خدافز.
سلام داداش. داداش بودن جربوزه میخواد که من ندارم. رفته حرفتو نمیفهمم. داری تیکه میندازی؟ دو دوزه بازی رو من یادت دادم یا بابای خدا بیامرزم؟ به جای این حرف و حرف دلتو بزنی سبکتر نمیشی؟ حقیقتو بشنوم سبکتر میشم. باز به حرف کدوم ننه قمری جاویدو فروختی؟ این رسید تحویل بچه از بیمارستان کرمانشاست. امضای خودته نه؟ اینم نامه‌ایه که ساعت واسه دخترش نوشته. نمیخوای بخونیش؟ فرض کن خوندم. که چی؟ دختر ساعت کجاست؟ این 25 سال یه بارم اسم ساعت تو دهنت نشرخیده. الان چی شده که کاسه دختر از آش شدی دنبال دختر ساعت می‌گردی؟ واسه دختر داداشم کاسه دختر از آش نشم واسه کی بشم؟ دختر ساعت هم خونه تو نیست؟ خانواده تو نیست؟ ساعت داداشت نبود؟ از خونت نبود؟ مشکل من و ساعت هر چی که بوده بیخیرش خودمونه. دختر بدبختش این وسط چیکار کرده؟ چه گناهی کرده؟ خسته نشو اینقدر ادای آدم خوبا رو درآوردی. اصلا تو آدم خوبه. فقط یه نشونی بدی گورم و گم میکنم جاوید. راحیل کجاست؟ من چیزی نمیدونم. 25 سال پیش توی ورشکسته بودی. توی معامله سم پدری تو از دست دادی رفت پیکارش. یادت که نرفته؟ تهشو بگو. الان خونه چند میلیاردی و مغازه و ماشین و ویلا و این تشکیلات یکم با ورشکستگی جور در نمیاد جاوید. بخیل شدی داداش. بخیل ماره حروم شدم من؟ حلال و حرومش رو تو تعیین میکنی؟ یادت رفتی پیش بابا بهش گفتی حالا که ساعت نیست سهم ارثش رو به من بده وقتی برگشتم اصل و سودش رو بهش برمیگردونم؟ سر قولم هم وایسادم ولی جنازه ساعدم برنگشت. ولی دخترش برگشت. بابامون اگه میفهمید راهیلی وجود داره یه پاپاسی از حق نوش رو بهت نمیداد. ببین اصلا تو راست میگی. این رسیدم درسته. منم حروم خورم. دختر داداشم هم دور زدم. این وسطم فقط جاویده که دروغ بگه. عمو جان حالتون خوبه؟ عمو چی شده؟ چیزیش نیست، یکم فشارش رفته بالا. الان کجاست؟ تو اتاقش خوابیده. نری بیدارش کنی. سلام آقا. سلام، چه خبر؟ فعلا که هیچی، هنوز نیومده بیرون. مجوز کنترل خط جاویدو گرفتیم؟ گرفتیم ولی هنوز تماس برقرار نکرده. من میگم خودمون بریم سراغش آقا. به نظرم همکاری میکنه. نه هنوز زوده. نسرین شکوهیه. چی کار است؟ مادر واقعی راحیل برگشته ایران با یه هویت جعلی. هیچ رد نشونی هم ازش نداریم. یعنی اومده سراغ دخترش؟ دلیل دیگه نره خودش به خطر بندازه. اگه راحیل واقعا مرده باشه چی؟ فرق نمیکنه. اون میره سراغ جاوید تا آمار دخترشو بگیره. اومد. برو دنبالش. بابا کجاست؟ بلد نیستی سلام کنی؟ رو مخ من نرو ماما، بگو بابا کجاست؟ چیه صدا تو انداختی تو سرت؟ نمیخوای بگی ماجرا چیه نه؟ چیز قابل ارزی نیست. اگه چیزی نبود که جواب عمو رو میدادی. نمیذاشی اینجوری خارو خفیفت کنه. تو چرا ناراحتی؟ سر پیازی یا تای پیازی؟ پسرتا. به بابات بگن حروم خور دردت نمیاد. تو فکر کن جاوید هفت پشت غریبه است. به تو هم هیچ ارتباطی نداره. خیلی هم ناراحتی، برو بیشه نامزدت. پسر جاوید چه گلی تا حالا به سرش زده که بعد از این بخواد بزنه؟ دختر ساعت زنده است؟ آره؟ خوب آمار دادن بهت. دیگه چی ها گفتن؟ عالم و آدم میدونن دختر ساعت زنده است. یه مامان من زیادیه؟ زبون در آوردی؟ باریکلا. من نباید بدونم تو این زندگی چه خبره؟ چه خبره تو این زندگی؟ زندگی به این خوبی چی کم داری؟ چیزی کم ندارم. زمانی که داداشت رفت تو آه در بساط نداشتی. یه ورشکسته بودی با کلی بدهی. جاوید
نون شب نداشتیم بخوریم. یادت رفته؟ ارث و میراث داداشت به دادت رسید. یعنی من قاق بودم تو این زندگی هانیه؟ کم جون کندم برای این زندگی؟ ماجرا الان دختر ساعده بابا. 25 سال هیچ کس اسم ساعده نیاورده. بعد از اینم کسی حق نداره اسمشو تو این خونه بیاره. ماجرا هر چی هست بین من و ساعد بوده. پس دخترش زنده است. بله زنده است. اوضاعش هم خوبه. هر چی هم پول خواسته بهش دادم. احتیاج به دلسوزی هیچ کس هم نداره. دخترش پریاس نه؟ مدام دارم با خودم فکر میکنم چرا باید این دختره رو از من مخفی کنی؟ بعدم خودت بردی گذاشتیش به سیسی. مزخرف نگو هانیه. مزخرف. کاش مزخرف بود. پریا کیه؟ پریا سلام، کجایی؟ باید ببینمت. ببینمت بهت میگم. خوش دارم. هنوز نمیخوای به کشی شده این موقع شب اومدیم اینجا؟ باید باهات حرف میزدم. چه عجله‌ای بود؟ میرفتی خونه استراحت میکردی فردا حرف میزدیم دیگه. خونه نمیرم. امشب یه چیزی شده. نه چیزی نیست، فقط یکم ذهنم درگیره. باشه، باور کردم. حالا این حرف مهم چی هست؟ میخوام بفرستمت بری. بفرستیم برم؟ کجا؟ هر جایی که دوست داشته باشی. خرج و مخارجش هم مهم نیست. هانیا خانم چیزی گفته؟ من بابا چی میخواد بگه؟ پس چرا نقل یه هایی؟ خودت همیشه میگفتی میخوای از ایران بری. این حرف واسه چند سال پیشه؟ نه الان. الان مگه چیزی عوض شده؟ دیگه نمیخوام از ایران برم. برای چی؟ نزدیک مسابقات انتخابی تیم ملیه. این همه سال زحمت نکشیدم که بخوام به همین راحتی پا پس بکشم. خب ورزش تو اون برم میتونی ادامه بدی. امکاناتشون هم بیشتره. میتونم به گردن من حق پدری داری ها. ولی منو که میشناسی. حرف زور تو کتم نمیره. من حرفمو یه بار میزنم، تو هم باید به حرفم گوش کنی. ترجیح میدم برای زندگی خودم تصمیم بگیرم، نه کس دیگه. کجا میری؟ هریا وایسا. خواهی نداری؟ خدا بس مراقب خواهی باش. نرگس، نرگس دقیقه وایسا. باید برم کار دارم. میگم دقیقه وایسا. چه شده تو؟ دو روز تلفن رو جواب نمیدی، الانم که آدم حساب نمیکنی. مگه من چیکارت کردم که انقدر آتیش تنده؟ دو روز بابام این مرغ پرکنده دنبال یه نشونی میگرده. اما یه بار اومد بگه خرج به چند؟ من و بابام چه ربطی داریم به هم؟ من و بابام که به هم ربط داریم. نداری؟ بابا قد یه چک برگشتی هم برای داداشش وقت نداشت. از همون شبی که همون سال حالش بد شده بابای من گم و گور شده. جواب تلفنش هم نمیده. احتمالاً اینم فیلم جدیدشه. نرگس چی میگی؟ بابام ها؟ ای کاش نبود. ای کاش حرفش غریبه بودیم با هم. اگه نمیفهمم تو چی میگی واقعا. بیا لکه خودمون رو علاف نکنیم بهتر. من تو به درده هم نمیخوریم. یه محرمیتی هم بوده که چند روز دیگه تاریخش تموم میشه. بچه شدی؟ چی میگی تو؟ آره من بچه‌ام. ولی پا تو خونه ای نمیذارم که صاحبش حرمت بابامو نگه نداره. الانم باید برم. بفرمایین بابا جان. دست درد نکنه. خوشم میکنه.
امو آزمایشه تو بردم شه دکترت. یه گفت وضع ریت خیلی بدتر شد. تو اونجا رفتی بشه دکتر؟ من که حالم خوبه. چرا همه چیز شوخی میگیری بابا؟ این همه آدم شیمیایی بودن، دوا درمون کردن خوب شدن. من الان وقت ندارم رو تخت بیمارستان بخوابم. با کی لج میکنی بابا؟ همه نگرانتن. الان نمیشه نرگس. چرا نمیشه؟ یه کار نیمه تموم دارم. من که میدونم. همه فکر و ذکر جوی دختر عمو ساعد. اگه میدونی چرا استرس بی خود میکنی؟ اگه هستی دختر عمو ساعد باشه چی؟ نه نیست. عمو جاوید مدرکی از به دنیا آمدن هستی داره؟ همینونو ازش نپرسیدم. پس هستی عمو جاوید بعد آزمایش دی ان ای بده. تا مطمئن نشدم هستی نباید چیزی بفهمه. یه آزمایش دیگه بابا. جوابش بیاد همه مطمئن میشیم. گفتم نه. چرا نه؟ همین مونده زندگی اون دختری بیچاره رو به هم بریزی. زندگی ما که خراب شد مشکلی نداره؟ الان به فکر خودتی نه؟ فکر تو هم بابا. دختر عمو ساعد پیدا بشه دیگه تو هم بهونه ای نداری. بله. سلام آراته. ممنونم خوبم. میام. ساعت چند با اینجا باشم؟ خانم مرادی لطفا اطلاعاتو بفرست رو سیستم خودم. فقط شما نیستی، خیلی ها میان دنبال پرونده های به سیستم، اکثرا هم از راه دور میان. بفرمایید. واسه اینجور چیزاست که دستور دادن همه پرونده های الکترونیکی بشه. ما هم دو سه سالی درگیر اینا هستیم. متاسفانه پرونده ها زیادن و ما هم نیرومون خیلی کم. هفته آخر مهر ماه 74 5 تا بچه حدوداً 2-3 ساله تحویل بهسیستی کرمانشاه شده. 3 تاشون پسرن، 2 تاشون هم دختر. اسم پدر و مادر یکی از دخترها ثبت شده. فقط یه دختر به اسم پریاس که هویت پدر و مادرش مشخص نیست. توی همون 3 سالگی منتقل شده بهسیستی تهران. خب این پریا خانم کجا میشه دیدش؟ 18 سالگی از بهسیستی رفته. هیچ آدرسی هم تو پروندهش نیست. کجایی پس؟ بیام جلوتر. من الان تقریبا وسط های پلم. آها دیدمه، دیدم. سلام. سلام. خیلی وقت اینجا منتظری؟ نه. ببخشید یکم دیر شد. اشکال نداره. خب این چه حرفیه که با تلفن نمیتونی بگی؟ باید حتما میدیدم. اعمالش خوبه؟ خیلی تعریفی نداره. کمکی از دست من برمیاد؟ اگه بخوای آره. اصلا واسه همین میخواستم ببینم. خب بگو من چه کمکی میتونم بکنم؟ نمیدونم چطوری بهت بگم. چی میخوای بگی مگه؟ ببین چطور بگم؟ نرگس من دوستان تو ماشین منتظرن، خیلی نمیتونم بمونم. بگو زود حرفتو. تو عمو جاوید بعد آزمایش بدی. آزمایش بدیم؟ آزمایش چی؟ آزمایش دی ان ای. واسه چی؟ بعد مشخص بشه عمو جاوید پدر واقعیت هست یا نه. یعنی چی؟ نرگس با تو هم معلومه چی داری میگی؟ بله. الو چی شده مامان؟ چرا گریه میکنی؟ الو هستی؟ مگه من با تو نیستم؟ کی این حرفا رو زده؟ نرگس؟ مامان پاشو بیا خونه صحبت کنی. عزیزم من این مزخرفات چیه داری میگی؟ معلومه که تو دختر خودمی. خیلی خوب، خیلی خوب، باشه باشه، لازم باشه میریم آزمایش هم میدیم. الان پاشو بیا خونه صحبت. الو
کیه؟ اومد. سلام. سلام. بابا خونه است؟ بله. چند روز جاوید پیداش نیست. حقیقتش روم نمیشد بیام سراغش از شما بگیرم. چند تا خانواده به هم ریخته. میدونم. میدونم همه این بدبختی ها زیر سر جاویده. بفهم. ممنون، من چایی نمیخورم. ولی سوال من از شما اینه که هستی این وسط چرا باید پاسوز پدرش بشه؟ هستی؟ مگه چی شده؟ گویا نرگس خانم بهتر میتونن توضیح بدن. چی شده بابا؟ فقط گفتم برن آزمایش بدن. همین. سرخود شدی؟ اگر گفتم هستی چیزی نفهمه؟ حالا که فهمیده کارش هم نمیشه کرد. من شرمندم. نمیدونستم. دشمنتون شرمنده. من برای گله و شکایت نیومدم. اومدم آدرس برادرزادتون رو بهتون بدم. مگه میشناسیش؟ منم تازه متوجه شدم که دختر آقا ساعده. گویا از بچگی تا الان جاوید هزینه‌اشو پرداخت کرده. الان کجاست؟ بفرمایید. جاوید هست؟ شما؟ هستش یا نه؟ نه. کی میاد؟ معلوم نیست، گوشیش خاموشه. شما کاری دارین بگی من بهش میگم. نمیخواد. خودم پیداش میکنم. اومد بگم کی کارش داشت؟ هیچکی. یه لحظه وایسا. تو پریایی؟ خودتی نه؟ آره خودش. من پسر جاویدم. خب باش. چیکار کنم؟ تو از کجا آوار شدی تو زندگی ما؟ کجاش دیدی؟ تازه اولشه. اومدی اینجا چیکار؟ آبرو حیثیتمونو ببری؟ نه ترس. کسی با تو کاری نداره. به بابا میگم هر چقدر پول بخوای بهت بده. دست از سرمون بردار و برو. برای تو چه فرقی میکنه؟ تو که 28 سال نبودی از الان به بعدم روش. یه کاری کن همه فکر کنن تو واقعا مردی. واسه مردن که خیلی زوده. تازه اومدم. پسرم. Thank you.
چیکار میکنی؟ خیلی وقت منتظرتم. فکر نمیکردی بیام سراغت؟ نه عمو جاوید، بیا بریم تو ماشین صحبت کنیم. الان اینجا سرما میخوری پری. اسمم راهیله، راهیل جهانیان، دختر و برادرت. هنوز باورم نکردی؟ چند بار میخواستم بهت بگم. خواستی ولی نگفتی. این دروغا تمومی نداره. چه دروغی؟ خودتو بذار جای من، چی باید بهت میگفتم؟ توی فکرم واسه خاطرش چقدر پول این همه سال بدبختی و بیچاره کشیدم. اینو سهم ولرس بابات با همه سودش، چند روزه دارم میدونم تا جمع جورش میکنم، همش به نام خودت. کجای حرفم بود گدایی میداد؟ پس شته نمیفهمی چه آتیشی توی دلمه؟ میفهمم پری، یا میفهمم تو مثل دختر من میمونی. دختر تا دو دستی تحویل بسیستی داری؟ خیلی بیانصافی. ببین کی از انصاف حرف میزنه؟ توی این همه سال یه لحظه خودت رو گذاشتی جای من؟ تو اصلا میفهمید میشه از دیگر چی؟ اگه همه چی رو بهت میگفتم مشکلاتت حل میشد؟ آره حل میشد، ما اگر به هم میگفتی. چی باید بهت میگفتم؟ بهت میگفتم تو پادگان اشرف دنیا اومدی؟ بهت میگفتم معلوم نیست مادرت کیه؟ اینا رو دوستت چی بشنبی؟ اصلا گفتن اینا چه دردی از تو دوا میکرد؟ حقم بود بدونم، نبود. ای ترسیدم برای درد سر میبوز بشه. با بچه یه حرف نمیزنی، لاغل یه دروغ بگو که باور کنم. بابات با لجبازیش زندگیشو به بابات داد بریم. تو دیگه نکن، بس کن. کجا میری؟ کلی بدا بیرا مونده بود تو دلم که بهت بگم، ولی این رو هم بذار پای طلب قبلی. باشه من اشتباه کردم، ولی به این فرصت بده جبران کنم. دیگه چیزی نمونده که بخوای جبران کنم. بفهمید. سلام علیکم. خواهش میکنم، چه زحمتی؟ من خودم هستم. احوال شما ستار خانم خوب هستین؟ خانواده خوب هستن؟ خواهش میکنم امرتون. بله. ای بابا چرا آخه؟ چی میگه؟ خواهش میکنم نگهش دارید، من خودمو میرسونم. آره معمول میشم، باش صحبت کنید. من الان میام، الان میام، میرسم. سلام، رفته تو رخکن وسایلشو جمع کنه. دو ساله داره واسه این مسابقه زحمت میکشه، حالا میخواد ول کنه بره. رخکن کجاست؟ از اون سمت. اگه لطف کنید من میخوام تنها باش صحبت کنم. بله بفرم. خیلی ممنون. سلام دخترم، خیلی بهت زنگ زدم، چرا جواب ندادی؟ چی کارم داشتی؟ نگرانت شدم، یه هو غیبت زد. الان میخوای کجا بری؟ مگه برای شما فرقی میکنه؟ معلومه که فرق میکنه. من عموتم راهیل. من حوصله خودم هم ندارم، شما دیگه دست از سرم برداری.
من نیومدم ناراحتت کنم، اومدم باهات حرف بزنم. معرفی با کسی ندارم. میدونستی خیلی شبیه باباتی؟ حالت نگاه، طرف زدنه، لج کردنه. شبیه کدوم بابا؟ بابایی نداشته؟ حق داری، ولی فرار کردن از واقعیت های زندگی چیزی رو عوض نمی کنه. الان اومدین بگین چی؟ بگین دلتون برام سوخته؟ اصلا کی به شما خبر داد؟ حتما ستاره. اونم نگرانته. من نیاز به دلسوزی هیچ کس ندارم، نه شما نه ستاره. چاکرون باید حرف دارم، ازت خواهش میکنم گوش کن، بعد هر جا خواستی برو. من و بابات از بچگی خیلی با هم عیاق بودیم، جونمون واسه هم دیگه در میرفت. من هرچه بزرگتر شدیم بین اون فاصله افتاد. چرا اینطوری شد و نفهمیدم. نمیخوای بشینی؟ شاید اگه اون وقت هم میشستیم و با هم حرف میزدیم خیلی چیزا حل میشد. روزی هزار بار به خودم میگم ای کاش باش حرف میزدم و نمیذاشتم اینجوری خودش رو شما رو بدبخت کنه. ولی هرچی بود گذشت، گذشتم نمیشه کارش کرد. این نامه ها رو بابات برای تو نوشته، چند توشو خوندم. بابات خیلی عذاب کشیده تو رو برگردونه ایران. کاری با بد خوب با بابات ندارم، ولی مطمئنم اگر الان اینجا بود نمیذاش به این راحتی جا بزنی. نمیخوام بگم اتفاقی که گفتاده ساده و کوچیکه، نه نه، میخوام بگم باش کنار بیا. شدی بارونی که داره میباره، شدی عشقایی که توی چشامن، میونه این همه دوری چرا تو، میونه این همه آدم چرا من. چقدر دلشور دارم مثل اون که دم رفتن یه چیزی جا بذاره، محال بی تو بودن اصلا انگار، یه آدم سایه شد تنها بذاره. من به عشق داشتن تاوان رویاهامو دادم، به تموم آدمای زندگیم بی اعتمادم. بعد از این من چجوری میتونم تو بی کسی طاقت بیارم؟ من به عشق داشتن تاوان رویاهامو دادم، به تموم آدمای زندگیم بی اعتمادم. بعد از این من چجوری میتونم تو بی کسی
طاقت بیارم. کجایی که دلتنگیامو یه بارم رو شونت ببارم، منی که ازت غیر اینست تو این دنیا هیچی ندارم. کجایی که بی تو نمیشه با روزای تنهایی سر کرد، با این قصه عاشقانه یه دنیا رو میشه خبر کرد. من به عشق داشتن تاوان رویاهامو دادم، به تموم آدمای زندگیم بی‌اعتمادم. بعد از این من چجوری میتونم تو بی کسی طاقت بیارم؟ من به عشق داشتن تاوان رویاهامو دادم، به تموم آدمای زندگیم بی اعتمادم. بعد از این من چجوری میتونم تو بی کسی طاقت بیارم؟